برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی تخریب اردوگاه موقت آوارگان در کابل، پایتخت افغانستان، دو کودک جان داده و 280 خانواده بی سرپناه شدند. شورای پناهندگی ناروی اعلام کرده که در پی اخراج اجباری آوارگان از اردوگاه‌های موقت در کابل از سوی گروه طالبان، دو کودک 4 ساله و 15 ساله هنگام تخلیه جان باخته و 280 خانواده بی سرپناه شدند. بر اساس آمارهایی که شورای پناهندگان ناروی ارائه کرده است، 6.6 میلیون آواره داخلی در افغانستان وجود دارند. بسیار از این افراد به دلیل جنگ و رویدادهای طبیعی خانه و زندگی خود را از دست دادند و مجبور شدند به کمپ‌های موقت پناه ببرند. دفتر آمار اتحادیه اروپا سه‌شنبه 20 تیر اعلام کرد که در نتیجه مهاجرت جمعیت اتحادیه اروپا برای نخستین بار در 3 سال گذشته بیشتر شده است. جمعیت این اتحادیه از 446.7 میلیون به 448.4 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافته است. این دفتر آمار همچنان علت دیگر افزایش جمعیت را جابجایی‌های مهاجرتی پس از همه‌گیری کووید 19 نیز دانسته است. بسیار از کشورهای اروپایی به دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بالا با پیری جمعیت مواجهند. حامیان مهاجران میگویند که مهاجرت یک راه حل کلیدی برای رفع این مشکل است. نیروهای امدادی اسپانیا که یک هواپیما و یک کشتی را برای نجات سرنشینان یک کشتی ماهیگیری حامل 200 پناهجو فرستاده بودند، با قایق دیگری از پناهجویان در نزدیکی جزایر قناری برخوردند. نیروهای امدادی اسپانیا گفتند که 86 پناهجوی این قایق نجات داده شدند. با این حال، مسئولان یک نهاد امدادرسانی به پناهجویان گفتند هنوز هم از سرنوشت دو قایق دیگر که حدود 300 سرنشین داشتند خبری در دست نیست. این دو قایق 2 هفته پیش زمانی که سنگال را به مقصد اسپانیا ترک کردند در سواحل قناری ناپدید شدند و تا کنون هیچ اثری از آنان یافت نشده است.